بیننده های عزیز و محترم، به ادامه برنامه عصر اریوا خوش آمدین. اینجا در برنامه محترم استاد محمد سهراب حبیبی، مدیر مسئول مرکز قرآنی اعجاز و نور در کنار ما هستن. من حیث مهمان برنامه بیشتر صحبت ما روی بحث آموزش، پرورش و فرصت هایی که در روزهای آینده در خدمت دانش آموزان، دانشجویان و عزیزانی که بالاخره فصل زمستان فرصت دارن برای آموزش، فراگیری علم و دانش، کتاب‌های جدید، زبان‌های جدید صحبت می‌کنیم و اینکه چگونه استفاده بکنیم و چه راهکارهایی برای موفق شدن در این راستا و چه توصیه‌هایی وجود داره صحبت‌های جناب استاد در خواهیم داشت. خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. تشکر، زنده باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ذره از علم و هنر خورشید تابان می شود، مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند، سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود. نخست از همه سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای نیکزاد، مجری موفق و توانای برنامه زیبای عصر حریوا. سلامت باشین. سلامت باشین، زنده باشین. و همچنان کارکنان شبکه جهانی اصلاح و بینندگان عزیز که همی فعلا ما رو تماشا میکنن، خرسندم از اینکه در خدمت شما قرار گرفتم. انشاءالله که مفید واقع بشه. دقیقا، سپاسگزاریم، متشکر. اما قبل از اینکه وارد بحث آموزش و پرورش علم و دانش و اهمیت این موارد بحث بپردازیم، خوبه که یک معرفی مرکز قرآنی اعجاز و نور هم داشته باشین تا که دوستا بیشتر آشنا بشن. مرکز علوم قرآنی اعجاز و نور مرکزی که جهت آسانسازی برنامه های قرآنی ایجاد شده در سال 1397 همراه با جمعی از دوستان که شبها تلاش کردیم، روزها تلاش کردیم تا برنامه های ساده به محور آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر انشاءالله کتاب های تألیف کنیم و سیستمی ایجاد کنیم که شاگردان بتوانند نهایت ساده قرآن کریم را بیاموزن، یعنی با مدت 40 روز. با مدت 40 روز میتوانند که قرآن کریم از ابتدای روحانی، روانخانی، تجوید هم تمام کنن همرو با یک صوت زیبای عربی. نام خدا استاد، این 40 روز تضمینیه؟ یعنی فردی که اصلا هیچ قرآن کریم شاید حالا یاد داشته باشه، حالا نه به اون نحو احسن. حتما این برنامه هایی که ما یعنی ایجاد کردیم سالها تلاش شده و بارها و بارها ما شاگرد حتی فارغ داده به این مدت 40 روز کلا تمام کردن قرآن کریم و یاد هم گرفتن و الحمدلله که تمام فامیل ها از ما راضی هم هستن. ماشاءالله، واقعا یک ابتکار بسیار خوب. در ظرف 40 روز شاید افرادی باشن که سالها، ماها، روزها، شبها زحمت بکشن ولی باز هم چون یک برنامه منظمی وجود نداشته باشه به اون نحو احسن نتونن پیش ببرن و بیاموزن، ولی یک ابتکار خوب، جدید و عالیست برای علاقمندان و مشتاقان و عزیزانی که واقعا میخواین که به نحو احسن با یک صوت زیبا قرآن کریم رو بیاموزن. دقیقاً، و تمام تلاش ما هم اینه که حتی بتوانیم برنامه هایی که خیلی سختتر فعلا به جامعه عرضه میشه اونا رو هم به نحو ساده و یک متد ساده انشاءالله جور کنیم و به خدمت جامعه قرار بدیم، گرچه بخش های دیگه چون تفسیر، ترجمه و صرف و نحو رو هم همچنان ما ساده ساختیم. شاید باور شما نشه که ما ترجمه قرآن کریم را به مدت 3 ماه کلن همراه با قواعد صرف و نحو به تمام شاگردان انشاءالله عرضه میکنیم و آموزش میدیم. نام خدا، واقعا دستاوردهای شما، کارهای شما قابل قدره و این که روز به روز در جهت ساده سازی، در جهت روان سازی این بخش رو کار میکنین واقعا قابل ستایش زحمات شما. خب وقتی که این همه کار میکنین در این بخش ها مطمئنا نشان دهنده بخش اهمیت علم و دانش، اهمیت آموزش است. میخوایم که درباره اهمیت آموزش هم از نگاه اسلام در قرآن کریم و همچنان صحبت شما رو در کل درباره اهمیت آموزش و پرورش بشنویم. بله، بزرگترین اهمیتی که خداوند جل جلاله برای علم داده میشه که ما بگیم که نزول قرآن کریم، اولین آیات قرآن کریم با خواندن آغاز شده. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول عبادت در غار حرا بودن، جبرائیل امین میاد و اولین آیات به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرضه میکنه و
میفرماید اقرا، بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. الا پنج آیت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه که همه بیانگر آموزشه، آموزش انسان به وسیله قلم، اهمیت قلم، اهمیت اهل قلم، همه اینها رو بر ما میرسانه. و یکی از وظایف عمده انبیا علیهم السلام رساندن علم. خداوند جل جلاله به قرآن کریم میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. خداوند جل جلاله میفرماید که ما از بین شما پیامبر فرستادیم، تمام انبیا علیهم السلام و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم حضرت محمد، همه انبیا وظیفه اینا همی بود که آموزش بدن آیات خداوند جل جلاله و اخلاقیات را کامل بسازن. و همچنان بحث های علم، میگه چیزی که شما نمیدانین برای شما آموزش میدن. پس اهمیت علم خداوند جل جلاله در قرآن کریم نه تنها این دو آیتی که میخواندم، آیات زیادیه و اهمیت علم خداوند جل جلاله بیان کرده. و همچنان بزرگترین آیتی که از نظر شخصی خودم اینه که خداوند جل جلاله میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، تنها بندگان عالم خداوند جل جلاله هستند که از خداوند جل جلاله پروا دارن، تقوا دارن، پرهیزگاری دارن. یعنی که اگر میخوای خداوند جل جلاله رو بشناسی باید که علم بیاموزی. در غیر علم اصلا امکان نداره که خداوند رو بشناسی. بله دقیقاً، واقعا نکات بسیار ارزشمند و مهمه و بسیار پرمحتوا درباره اهمیت علم و دانش بیان کردن جناب استاد. بحث آموزش امروزه نه تنها در جامعه ما بلکه در تمام جوامع از عمده ترین و مهمترین بحث ها و موضوعات است. با توجه به شرایط اقتصادی و بالاخره اجتماعی، چقدر امروزه واقعا مردم و خصوصا خانواده ها و فامیل های محترم این موضوع بیشتر توجه میکنن، برای فرزندان خود کار میکنن و اونا کوشش میکنن معرفی بکنن به مراکز آموزشی؟ بله، امروزه شما میفهمیم که تمام جوامع به علم نیاز دارن. دقیقاً اساس جوامع مدرن علم فقط میگذاره، پایگذاری کرده، به استثناء که یکی از علما مارکس میگه که نه، ثروت. میگه ثروتی که اساس یک جامعه پیشرفته و جامعه مترقی میسازه. ولی خداوند جل جلاله در جواب از این انسان چی میگه؟ میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، برای اشخاص بی عقل و برای اشخاص کم سواد و برای اشخاصی که نمیتونن ثروت اداره کنن به دست از اونا ثروت ندن. بله، باید عالمی باشه تا مثلا ثروت و یا ترقی یک کشور اداره کنه و دوش از اونه. پس امروز اهمیت علم برای تک تک از فامیل ها و خانواده های افغانستان مشخص شده که باید علم بیاموزن و استقبال زیادی میشه از علم. انشاءالله که ما بتوانیم من حیث یک معلم علم رو به خوبی برسانه. اگر من حیث یک معلم ما نتوانیم که به درستی علم رو برای شاگردا برسانیم، طبعا که ارزش علم روز به روز افت میکنه و پایین میاد و کوشش میکنه انشاءالله که ارزش دار علم و ارزش از اون ما بالاتر ببره. دقیقاً، نقش مراکز آموزشی، مکانهای علمی، مکانهایی که بستر فراهم کردن به خاطر یادگیری، آموزش، چقدر در این راستا، در راستای گسترش آموزش و پرورش نقش دارن استاد؟ بله، اگر مراکز آموزشی نمی بود اصلا علم به نظر من شخصا تنها اکتفا نمیشد به مکاتب رسمی و دولتی. بله، شما میفهمیم که افغانستان یک کشوری هست از لحاظ اقتصادی نیازمند به کشورهای دیگه. بله، نه تنها در بخش علم بلکه در تمام عرصه ها. و الحمدلله مراکز آموزشی خصوصی نهایت تلاش خود میکنن که حداقل یک کمکی برای دولت بشن به خاطر آموزش و پرورش اولاد این مرزوبون. و مراکز آموزشی به نظر من یعنی میتونه که با کمترین هزینه بیشترین علم رو برای شاگرد ها برسانه. بله، و همچنان پوانتون ها رو ما میتونیم مد نظر بگیریم. پوانتون های دولتی
یعنی متقاضی تمام اقدر شاگردی که خواهان علم هند نیه. بنابراین پس مراکز آموزشی اهمیت زیادی داره. دقیقاً. پس این دستر و این فرصت بلکه در اختیار همه اقشار جامعه قرار دارن، چه از سنین خردتر چه از سنین بزرگتر، تا که بیاین به هر اندازه و هر سطحی که دوست دارن در هر بخشی که میخواین فعالیتی داشته باشن به خاطر یادگیری، به خاطر آموزش موارد جدید. فرصت زمستان فکر میکنیم چقدر باید غنیمت شمارده بشه؟ فرصت تعطیلی ها به خاطر یادگیری. بله، ما یک شعار داریم و هر زمستان برای تمام فامیل ها عرضه میکنه: بیایید با گرمی درس ها سردی زمستان را از بین ببرید. بله، واقعیت زمستان یک فرصتیه که شاگرد ها میتوانن، یعنی کلن بخش های که برای مکتب لازمه، مثلا بله، زبان، قرآن کریم و همچنین ریاضیات را فرا بگیرن، چون که تابستان مکاتب بیشتر شاگردها باید بالای درس های مکاتب باشن. خب زمستان فرصتیه که انشاءالله بر علاوه از اون میتونن که دیگه بخش های علم را هم بیاموزن. دقیقاً. پس خوبه که این فرصت را غنیمت بشماریم. بله. البته نگفتن همون جناب استاد، بعضی ها فقط ما بر روی زمستان تمرکز داریم، به محض اینکه زمستان تمام شد دیگه لایه و کتابا بسته میشه، اصلا سراغ از اونها نمیره. فکر میکنین این هم باز خوبه یا نه حداقل در وقت مناسب ادامه بدیم؟ درست میفرمایید. یعنی مشکلی که با اکثر ما شاگردها داریم اینه که درس ها از اونها شاید یک ماده که مانده باشه یا دو ماده که وقتی که مکاتب شروع میشه و اول بهار کلن کورس های زمستانی رو ترک میکنن و فقط اسم، حتی اسم کورس رو گفتن کورس زمستانی. نظر من اینه که اگر درس ها خور تمام کنن میشه که یک بخش کامل از علم رو بیاموزن، یاد بگیرن و از او استفاده کنن. ولی اگر نیمه کاره بگذارن، نیمه تمام بگذارن، همون چیزی هم که یاد گرفتن از یاد اینا میره و باید که با زمستان بعدی مراجعه کنن به مراکز آموزشی. بله، دقیقا چیزی که بیشتر مشاهده میشه، نیمی از درس ها در این زمستان و نیمی رو میگذارن پس تا زمستان بعدی بیه. اینگونه هم فکر کنم شاید اصلا مناسب نباشه و چیزی هم گفته شما میخوانن از یاد اینا میره. بله، از یاد اینا میره، دقیقا از یاد اینا میره. ما شاگرد هایی داشتیم که 5 سال متوالی آمدن فقط 1.5 ما خواندن درس، سال بعدی که آمدن اصلا درس ها کلن فراموش نشده بود. و تقاضای ما اینه که کامل یک دوره کامل را انشاءالله بخوانن، آموزش ببینن، سند از اون بگیرن و کلن مطمئن بشن، دل جمع. دقیقا. سال بعدی باز یک مضمون بعدی و یک بخش بعدی از علم رو بیاموزن. بله. جناب استاد، از اونجایی که بحث آموزش، علم و دانش، یادگیری، همه اینها از جمله موارد بسیار مهم در تمام جوامع هست، آیا چالش هایی هم وجود داره فراراه این موضوع یا خیر؟ دقیقا. تمام دانش آموزانی که درس میخوانن از یک چالش بزرگ که همانا اقتصاد رنج میبرن. بله. ما میتوانیم بگیم که یکی از چالش های بزرگ که مانع درس خواندن یعنی اولاد افغانستان میشه اقتصاد ضعیفه. بله. اگر اقتصاد خوب داشته باشن طبعا میتوانن که بیشتر درس بخوانن. ما شاگردان در مرکز داریم که بر علاوه از اینکه درس میخوانن با پدرجان و یا حتی بعضی ها نان آور خانه هستن کلا. دقیقاً. همیشه کار میکنن و اگر فرصتی بشه میان درس میخوانن. ما میتوانیم بر علاوه اقتصاد بی علاقگی جوانا و نوجوانا رو برای درس عرضه کنه. اکثرا اصلا نمیفهمن که در آینده چی کار میشن یا این درسی که میخوانن برای از اونا چی اهمیتی داره. بله. چی فایده ای داره، اصلا دلیلی برای درس خواندن بعضی ها نمیبینن. خیلی کسا شده که از پانتون فارغ شدن از اونا پرسان میکنی که در آینده میخوایی چی کاره بشی؟ میگه نمیفهم، باشه پانتون خلاص یا بعد از اینکه پانتون خلاص شد باز یک وظیفه خواهم گرفت. یعنی ساحه کاری وظیفه خور حتی نمیفهمن. بله. دلیلی برای درس خواندن ندارن. یعنی بهترین راه برای از اینکه شاگردها علاقمند بره درس بشن، برای تعلیم بشن، اینه که برای درس و تعلیم یک دلیلی داشته باشن. دقیقاً. بله، و خود داشتن هدف انگیزه به خاطر ادامه مسیر میشه. و حتی یک نکته بعدی که شاید فکر میکنم باز هم کمبود انگیزه باشه،
اینکه فشار خانواده ها و فامیل ها نسبت به فرزندان از اونا قبل از اینکه انگیزه ای ایجاد بکنن برای درس خواندن اونا روان میکنن و اونا بدون انگیزه بلکه میاین. باید ابتدا اون انگیزه ایجاد بشه بدن اونا روان بشن و فرستاده بشن. دقیقاً. بر علاوه فامیل ها متاسفانه بعضی از استادها هم هستن که انگیزه ای که شاگرد در درس خواندن داره او را از بین میبرن. بله. حتی لتوکوب میشن. شخصیت از اونا زیر سوال میره. خوبه که یک خاطره کوچک ما از شاگردهایی که میداشتم برای شما. بله بله چرا کنه. در سال 1398 با یکی از دارالایتام ها ما قرارداد داشتیم که حدود 100 یتیم میامدن درس میخواندن. یک روز به صنف از اونا رفتم و از اونا پرسان کردم، گفتم زندگی چگونه سپری میشه؟ بعد یک شاگرد دست خوب بلند کرد و گفت استاد کسایی که زنده هم نمیفهمم، ولی ما اصلا زنده نیم، زندگی نمی کنم، چگونه زندگی برای ما خوش تیر بشه؟ دلیل چیه؟ گفت شب و روز بالای ما فشاره، چیزی که ما میخواهیم اصلا برای ما داده نمیشه، ما فلان درسی که میخواهیم بخوانیم میگم نه تو الا بلا همین درس بخوان. جلو روی ما استاد شد، گفت من دوست ندارم که قرآن بخوانم، من به زور میارم، اصلا هیچ انگیزه ای برای خواندن قرآن ندارم. بعد با او صحبت کردم، دلیل رو پرسان کردم، گفت من دوست دارم که زبان بیاموزم، دوست دارم انگلیسی صحبت کنم، فقط با اجبار میگن قرآن بخوان. و اساتید هم متاسفانه با اجبار میگن که تو باید همین بخش رو بخوانی. حتی با لتوکوب هم که شده برای از آموزش میدن. بعد از اینکه استاد نبود یا همون قوه فشار نبود، کلن او درس ها رها میسازه. هر کس باید که برد انگیزه ای که داره، برد مفکوره ای که داره، برد چیزی که دوست داره باید بره، علمی که میخواهه باید بره. اصلا زور هیچ وقت نتیجه نمیده برای آموزش. دقیقا. سپاسگزارم جناب استاد، واقعا بحث آموزش، بحث علم و دانش، بحث یادگیری، بحث فرصت ها موضوعات است که ساعت ها، برنامه ها و کلا وقت زیاد میخواد که بخوایم ما تحلیل کنیم، بررسی کنیم و صحبت داشته باشیم. و فقط در حد بیان و ای که اهمیت این موارد رو بیان بکنیم، آلایی که دوستای عزیز ما چه تصمیمی میگیرن به اونا بستگی داره، به آینده ای از اونا، به اهدافی که در سر دارن. به عنوان آخرین سوال، اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه، پیام، توصیه و گفتنی برای فامیل های محترم، دانش آموزان عزیز و عزیزانی که علاقمند یادگیری هستن میخوایم بشنویم. بله. توصیه ایم برای تمام شاگردان که میخواهند درس بخوانند اینه که به دنبال اهداف خود برن. چالش های زندگی داره، درس چالش هایی داره، سختی هایی داره، باید به او سختی ها بی توجه بشن، اصلا توجه نکنن. به خاطر رسیدن به هدف باید تلاش کنن. به خاطر از اینکه افغانستان ما آباد بشه، ما نیاز داریم برای کسایی که برد علم باشن، علم بیاموزن، کسانی که از تکنولوژی استفاده کنن، کسانی که علمای بزرگی بشن تا یک افغانستان ما مترقی بشه. درست شاید یک مدتی زندگی سخت بگیره، ولی همیشه قسم نیه و دنبال اهداف خود باید باشه. دقیقا. سپاسگزاریم جناب استاد محمد سهراب حبیبی، مدیر مسئول مرکز قرآنی اعجاز و نور، از اینکه مهمان ما بودیم. سلامت باشین. بخیر باشین. جهانی سپاس و تشکر از شما همراهان عزیز و گرامی. برنامه اسرار ایوا ادامه داره، همچنان بیننده باشین.